در برنامه امشب تلویزیون آشنا صدای آمریکا، انتقاد قاضی نامزد محکمه عالی ایالات متحده از دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده، تلاش رئیس جمهور ترامپ برای بهبود روابط حکومت جدید ایالات متحده با چین و بررسی آزمون‌های فراراه زنان افغان در راه پیوستن به صفوف پلیس. سلام، احمد سیرزیو هستم. با برنامه خبری امروز پنجشنبه نهم ماه فوریه سال 2017 میلادی که به گونه مستقیم از صفحات فیسبوک آشنا نیز نشر میشه خوش آمدید. در این برنامه علاوه بر اخبار افغانستان و جهان، گزارش های روی فعالیت زنان در ولایت بلخ و بامیان نیز را مشاهده میکنین که امید است تا پایان ما را همراه باشید. نیل گورسچ، قاضی که از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده برای عضویت در استر محکمه آن کشور نامزد شده است، انتقاد آقای ترامپ از قوه قضاییه ایالات متحده را ناامید کننده و دلسرد کننده خواند. دونالد ترامپ اخیراً جیمز رابرت، یک قاضی فدرال ایالات متحده را به خاطر اینکه فرمان اجراییش مبنی بر منع ورود شهروندان هفت کشور عمدتا مسلمان به ایالات متحده را به حالت تعلیق درآورد، با پیام های تویتر مورد انتقاد تند قرار داده بود. همکارم سید عزیز الرحمن که جزئیات را در این مورد دنبال کرده، اما اکنون از مقابل امارات کانگرس ایالات متحده ما با هستن و جزئیات از ایشان میپرسیم. واکنش ها به ویژه از شخص رئیس جمهور ترامپ در برابر گفته های آقای گورسچ چی بوده آقای عزیز؟ آقای ضیاء سلام به شما. واکنش را ما داریم، لیکن قبل از واکنش به خاطر وضاحت به بیننده های ما میخواهیم بگم که آقای گورسچ امی سخنان را که شما به او اشاره کردین، این دیروز در یک ملاقات با یکی از سناتوران دموکرات به نام ریچارد بلومنتل این سخنان را اظهار کرده بود. واکنش آقای ترامپ را که امروز صبح در صفحه تویتر خود نشر کرده بود در رابطه با انتقاد آقای گورسچ، بیشتر قسمی است که در حقیقت صداقت و راستی آقای بلومنتل را مورد سوال قرار داده. ما کوت از آقای ترامپ را دارم که اینا نوشته کردن در صفحه تویتر خود: سناتور بلومنتل که هیچگاه در جنگ ویتنام شرکت نکرده، در حالی که سالهاست میگوید که او شرکت کرده، حال میخواهد گفته های قاضی گورسچ را غلط جلوه دهد. البته چیزی بود که امروز صبح واکنشی بود که آقای ترامپ در صفحه تویتر خود نشر کرده بود. به هر صورت ما یک گزارش مفصل را در رابطه با اظهارات آقای گورسچ و ای که فرمان اجرایی رئیس جمهور ترامپ در کدام موقع قرار داره و با چه سرنوشت روبرو خواهد شد، در این رابطه ما یک گزارش را تهیه کردیم که یک جا میبینیم. نیل گورسچ، نامزد رئیس جمهور ترامپ برای هیئت قضایی استر محکمه ایالات متحده، انتقاد دونالد ترامپ از سیستم قضایی این کشور را مایوس کننده و روحیه شکن خوانده است. آقای گورسچ این سخنان را روز گذشته در یک ملاقات با ریچارد بلومنتل، یک تن از اعضای دموکرات مجلس سنا، بیان کرده است. واکنش نیل گورسچ متوجه پیام است که دونالد ترامپ چند روز قبل در صفحه تویترش نوشته بود. در این پیام آقای ترامپ، جیمز رابرت، یک تن از قضات که فرمان اجرایی او را مبنی بر منع ورود ادبای هفت کشور عمدتا مسلمان را به تعلیق درآورده بود، یک فرد به اصطلاح قاضی خوانده بود. آقای ترامپ همچنان از مردم امریکا خواسته بود که در صورت هر نوع اتفاق قاضی جیمز رابرت و سیستم محاکم را ملامت کنند. دونالد ترامپ هیئت قضایی یکی از محاکم استیناف در شهر سان فرانسیسکو را نیز مورد انتقاد قرار داده است. قرار است این محکمه بر این فیصله کند که آیا فرمان اجرایی رئیس جمهور ترامپ مبنی بر منع ورود ادبای هفت کشور عمدتا مسلمان مورد تطبیق قرار گیرد یا خیر. وکلای مدافع وزارت عدلیه امریکا از محکمه استیناف شهر سان فرانسیسکو ایالت کالیفرنیا خواستند که فرمان اجرایی رئیس جمهور ترامپ را ابقا کنند و استدلال کردند که تنها رئیس جمهور صلاحیت دارد که در مورد اینکه چه کسی وارد امریکا شود تصمیم بگیرد.
این فرمان به خاطر مسئولیت کشور و ملت ما صادر شده بود تا مردمی به اینجا بیایند که به ما ضرر نرسانند. دلیل فرمان همین است. اما بیش از 10 ایالت و صدها شرکت در این کشور به جلوگیری از تطبیق این فرمان ادامه داده و آن را در تضاد با قانون اساسی خوانده و گفتند که باشندگان و کارمندانشان را به گونه جبران ناپذیر آسیب رسانده است. محکمه استیناف سان فرانسیسکو قرار است امروز در حال روی تطبیق شدن و یا ادامه جلوگیری از تطبیق فرمان آقای ترامپ فیصله کند که جف سشنز، یک تن از حامیان پالیسی های سخت گیرانه دونالد ترامپ، روز گذشته با تصدی وزارت عدلیه برگزیده شد. ترامپ بر حاکمیت قانون باور دارد. او بر مسئولیت مردم آمریکا در برابر جرایم و خشونت باور دارد. دونالد ترامپ بر یک روند قانونی مهاجرت که به سود منافع ملی ما باشد باور دارد. با وجود مخالفت و انتقادات شدید اعضای دموکرات مجلس سنا، جف سشنز توانست با کسب 52 رای موافق و 47 رای مخالف من حیث وزیر عدلیه در کابینه آقای ترامپ راه یابد. عزیز جان، اتفاقات مهم و بزرگ دیگه امروز در کنگرس، البته کنگرس ایالات متحده، چی ها است؟ آقای زیا امروز هم در مجلس سنا روند انتخاب نامزد وزیران کابینه آقای ترامپ ادامه داره. امروز قرار است وزیر صحت و خدمات بشری در مجلس سنا برش صندوق رای گذاشته شود و رای گیری در برش صورت گیره. اما در کنار سیاست های داخلی امریکا باید بگویم که امروز قرار است جنرال جان نیکلسن قمندان عمومی ماموریت قاطع ناتو در افغانستان فقط تا کمتر از یک ساعت دیگه اینجا در مجلس سنا در کمیته امور دفاعی در یک جلسه استماعی حضور پیدا میکنه و روی وضعیت امنیتی افغانستان صحبت خواهد کرد. باید بگویم که قبل از آقای نیکلسن فقط حدود 3 یا 4 ماه قبل جنرال دانفورد لوید ریسیز عمومی قوای مسلح امریکا هم در این کمیته آمده بود و سخن ازشان سوال و جواب صورت گرفت در رابطه با وضعیت امنیتی افغانستان. اونا گفته بود که جنگ افغانستان قسم معلوم میشه که به طرف بنبست در حرکت است و گفته بود که تلفات نیروهای امنیتی افغانستان غیر قابل قبول و غیر قابل تحمل میباشه. تشکر عزیز جان. فقط یادآور میشم برای دوستا و بیننده ها که امروز فرصت یافتیم تا بعد از برنامه با شخص جنرال جان نیکلسن، فرمانده عمومی نیروهای خارجی در افغانستان، در استودیو واشنگتن مصاحبه اختصاصی داشته باشیم. پس آن پرسش هم داریم. بیننده ها میتونن مصاحبه اختصاصی در مورد وضعیت امنیتی افغانستان را در برنامه بعدی، ممکن روز شنبه، تلویزیون آشنا از نشرات دری و پشتو دنبال بکنه. دوستا، اداره و کابینه جدید ایالات متحده آمریکا با منطقه جنوب آسیا و ویژه کشورهای افغانستان و پاکستان چگونه تعامل خواهد کرد؟ موقعیت گیری های افغانستان و پاکستان به حیث همتایان ایالات متحده در کار مبارزه با دهشت افغانی، پالیسی اداره تازه ایالات متحده در قبال منطقه را ممکن چگونه متغیر بسازد؟ برای بررسی همین موضوع با محترم مایکل کوگلمن، محقق در بنیاد پژوهشی ودرو ویلسون که در این مورد به تازگی تحلیل هم داشته و اکنون در استودیو با ما است، بحث میکنیم. آقای کوگلمن، تشکر از وقتتان. در آغاز اگر بگوین، قرار است همونطور که گفتیم جنرال نیکلسن، قمندان عمومی نیروهای خارجی در افغانستان، امروز در کمیته خدمات قوی مسئله سنای ایالات متحده جلسه استماعی هم در مورد وضعیت افغانستان داشته باشه. چه فکر میکنین آیا نحوی تعامل اداره جدید تحت رهبری ترامپ با افغانستان و یا هم در مقایسه با اداره پیشین تحت رهبری آقای اوباما متفاوت هم خواهد بود یا خیر؟ خب دونالد ترامپ از پلان آقای ترامپ در بخش عساکر حمایت کرده و با این عقیده موافق است و از او حمایت میکنه که او عساکر 8000 در اونجا نگه داشته باشه. ولی آقای ترامپ میخواد که دقیقا با آنچه اردو ایالات متحده برای گفتن به او داره گوش بده و به اونا اعتماد داره و اگر اردوی امریکا به او بگویند که وضعیت در افغانستان رو به وخامت نهاده، ترامپ از حفظ عساکر امریکایی در افغانستان حمایت خواهد کرد و شاید حتی آقای ترامپ تعداد عساکر افزایش ببخشه و عساکر بیشتر را به افغانستان ارسال کنه، چرا که من فکر میکنم جنرال نیکلسن از یک دوران بسیار وخیم امنیتی در افغانستان خبر دادم. شما در یک مقاله‌تان که به تازگی نشر شده نوشتین که اداره آقای ترامپ
علاقه زیاد به شمولیت جهانی نداره، اما بعضی از اعضای کابینه‌اش بیشتر علاقمند با تعامل بیشتر با منطقه جنوب آسیا هستند. که میشه در این مورد توضیح بدید؟ خب ای یک اداره است که گفته که نمیخواین نقش بسیار بزرگ را در جان داشته باشن، میخواین نقش ایالات متحده را در خارج از امریکا کاهش به تکم رنگ بسازه. علاقه دارن به شمولیت در جان ولی نه تمام جهان. مثلا اینا میخواین متمرکز باشن روی روسیه، شرق میانه. آسیای جنوبی برای اداره ترامپ اولویت نداره، ولی جنرال جیمز ماتیس وزیر دفاع فردی است که افغانستان را میشناسه، آسیای جنوبی را بسیار خوبی میشناسه. آقای دونالد ترامپ ممکن میخواد که رابطه را با اون منطقه داشته باشه در آسیای جنوبی، به خصوص هند و همچنین افغانستان، ولی فکر نمیکنم که این اداره در مورد آسیای جنوبی فراموش کنه و افغانستان فراموش کنه. آقای دونالد ترامپ گفته که امریکا اول ولی و تمرکز در داخل امریکا خواهد بود، نه در ماورا خارج از امریکا. از مقامات اداره آقای ترامپ یادآور شدین. موضع گیری های افراد کلیدی مثل ریکس تلرسون وزیر خارجه تازه ایالات متحده در قبال خصوصا افغانستان را چگونه ارزیابی میکنین؟ من فکر میکنم که آقای تلرسون وزیر خارجه افغانستان به بسیار خوبی نمیشناسه و او را درک کردن نمیتونه کاملا، ولی آنچه در مورد تلرسون خوب است که او با کمپانی‌های انرژی اویل اکسان کار کرده بود و اکثر روابط مرتبط انرژی است که از ماورای آسیای جنوبی میگذره، مثل خط تایپی که افغانستان در بر داره. بنابراین من فکر میکنم که تلرسون علاقه به افغانستان پیدا خواهد کرد، به خصوص در منطقه، به خصوص با تمرکز روی حمایت از این پروژه های مرتبط سازی انرژی. ولی او تفاوت نظر را با ماتس وزیر دفاع و اعضای کابینه خواهد داشت در بخش پالیسی هایی که در قبال افغانستان اتخاذ خواهد شد. چی فکر میکنین اداره آقای ترامپ با روابط دو کشور یعنی افغانستان و پاکستان چگونه برخورد خواهد کرد؟ آیا امکان داره که پاکستان را در مقایسه به افغانستان ارجحیت بده؟ پاکستان اولویت آقای ترامپ نیست. او میخواهد رابطه خود با هند تعمق ببخشد و روی هند متمرکز است. در پاکستان بسیار روی موضوع جدی را در قبال تروریسم دارد و واضح است که تروریسم باید همه جا از بین بره. بنابراین پاکستان را و پالیسی های از اون در تبعیضی که در سمت تروریسم داره حمایت نخواهد کرد و از پاکستان خواهد خواست که علیه تمام تروریسم موضع مشابه داشته باشه. و از اینکه پاکستان نمیخواد همه تروریست ها را تحت هدف قرار بده، موضوعی است که آقای ترامپ علاقمند از اون نیست. چی فکر میکنین آیا کدام عضو از کابینه آقای ترامپ هم احتمالا وجود داشته باشه که به شکل جدی و خطرناکش با موضع گیری او در قبال جنگ در افغانستان مخالفت هم بکنه؟ تعداد بسیار اندکی از کابینه آقای ترامپ است که در مورد افغانستان صحبت کرده باشند. آقای ماتیس یک چیزی گفتن، تلرسون هم چیزی گفته، ولی بسیار خلاصه و نظریات محدود. و ما قدر پیشنهاد کردن که ایالات متحده باید تعهد خود به افغانستان ادامه بده و بر از اونها حمایت فراهم کنه. آقای ترامپ هم بسیار اندک روی افغانستان صحبت کرده که ما نمیدانیم آیا آقای ترامپ با نظریات اعضای کابینه خود برای حمایت از افغانستان موافقه خواهد کرد یا خیر. ولی من فکر میکنم که آقای ترامپ افغانستان را رها نخواهد کرد، تمام مساکر امریکایی را از افغانستان خارج نخواهد ساخت، ولی من فکر میکنم که او نمیخواهد که یک شمولیت بی حد و مرز و قید و قیود را در افغانستان داشته باشه. آقای ترامپ میگه که او نمیخواهد وظیفه ملت سازی را بر عهده بگیره در خارج، او میخواهد امریکا را آباد کنه، ملت سازی خیلی را روی دست بگیره. بنابراین تعهد نظامی امریکا به افغانستان میتونه محدود باشه، میتونه بیشتر از چند سال دیگه ادامه پیدا نکنه، ولی آقای ترامپ ممکن مغایر و یا به حمایت از این پیشنهادها با همکاران نظامی خود کار کنم. با معذرت که مرا صرف هم گرفت آقای کوگلمن، تشکر از وقتتان. با امید از اینکه بحثا را در این مورد، چون برای بیننده های ما در افغانستان خیلی مهم است، در آینده ها هم
ادامه بدیم. تشکر از وقتتان یک بار دیگه. بقیه روز شما خوش. موفق باشید. دوستا اگر شما فرصت داشته باشید تا از قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و خارجی در افغانستان در مورد وضعیت کشورتان یک پرسش بکنین، سوال شما چه خواهد بود؟ ضمن دادن نظر در مورد وضعیت امنیتی افغانستان، پرسش های خود را زیر لینک همین ویدیو که در صفحات فیسبوک آشنا به گونه مستقیم همین لحظه نشر میشه بنویسید. امروز پرسش های شما را در مصاحبه اختصاصی که قرار است با جنرال جان نیکلسن، فرمانده عمومی مأموریت حمایت قاطع نیروهای خارجی در افغانستان بعد از برنامه خواهیم داشت میپرسیم و نظریاتتان را در مورد وضعیت افغانستان هم در برنامه کنونی با ذکر نامتان نشر میکنیم. وزارت دفاع ایالات متحده یا پنتاگون میگوید در ماه جاری میلادی در اثر حملات هوایی در سوریه به شمول یک رهبر ارشد شبکه القاعده که با اسامه بن لادن رهبر سابق این شبکه ارتباط هم داشت، 11 عضو این گروه و سایر قماندانان ارشد آن کشته شدند. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه در یک اعلامیه گفته است که در اثر حمله هوایی که به تاریخ 4 فوریه در حومه شهر ادلب صورت گرفت، ابو هانی المصری که با اسامه بن لادن و ایمن الزواهری ارتباط داشته است کشته شد. ابو هانی المصری در دهه 80 و 90 میلادی در افغانستان کمپ‌های آموزشی القاعده را ایجاد نموده و از آنها نظارت هم می‌کرد. وزارت دفاع آمریکا همچنان گفته است ابو هانی المصری هزاران تروریست را استخدام نموده، آنها را آموزش داده و تنظیم کرده بود و آنان را به طور منظم به منطقه و جهان اعزام هم کرده بود. ترور بوکو حرام بی‌نقاب شد. بوکو حرام گروه دهشت افغانی که در افریقا در سالیان 2002 ایجاد شد و با ترور پراگنی که برجسته ترین آن ربودن بیش از 300 دختر مکتب در نایجریا بود در صدر اخبار قرار گرفت. این گروه یکی از مخوفترین و دلیل استفاده از وحشتناکترین روش های تروریسم به شمار میره. اکنون صدای آمریکا با تهیه یک سلسله گزارش ها که از روز دوشنبه هفته آینده به نشر میرسه شما را با فعالیت این گروه آشنا خواهد ساخت. امیدوارم این گزارش ها را مشاهده و تعقیب بکنیم. رئیس جمهور ترامپ میگوید که او در پی انکشاف یک رابطه سازنده بین المللی و یا هم رابطه سازنده بین ایالات متحده و چین است تا هر دو کشور از این رابطه منفعت ببرد. قصر سفید گفت که رئیس جمهور ترامپ این مطلب را طی ارسال یک نامه به شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین بیان داشته است. قصر سفید افزود که رئیس جمهور ترامپ همچنین از همتای چینی خود به خاطر ارسال پیام تبریکی به مناسبت مراسم تحلیف آقای ترامپ نیز سپاسگزاری کرده است و حلول سال جدید چینی را به مردم آن کشور تبریک هم گفته است. لو کانگ سخنگوی وزارت خارجه چین امروز گفت که کشورش از این نامه دونالد ترامپ قدردانی می‌کند و بیجینگ خواستار ترویج همکاری و توسعه روابط بهتر با واشنگتن است. رئیس جمهور ترامپ در زمان مبارزات انتخاباتی خود همواره از سیاست‌های چین انتقاد می‌کرد. پس از برنده شدن در انتخابات ریاست جمهوری، صحبت تلفنی دونالد ترامپ با رئیس جمهور تایوان خشم چین را برانگیخت. چون خبر هم مرتبط به افغانستان، دوستا فعالیت های کمیته بین المللی صلیب سرخ امروز هم در سراسر افغانستان متوقف است. حمله دیروز بر کارمندان کمیته بین المللی صلیب سرخ در منطقه ترکمن قدق ولسوالی قوشتیپه ولایت جوزجان 6 کشته بر جای گذاشت. در جریان این حمله دو کارمند دیگری این اداره هم مفقود شدند. متعاقب حمله رهبری این اداره اعلان کرد که فعالیت های خود را در سراسر افغانستان متوقف ساخته است. کارمندان کمیته صلیب سرخ در حال انتقال آذوقه به آن مناطق در شمال مصروف بودند که در نتیجه برفباری ها و طوفان های اخیر آسیب دیده بود. هنوز مسئولیت حمله بر کارمندان صلیب سرخ را کسی به عهده نگرفته، اما مقامات محلی جوزجان آن حمله را کار افراد وابسته به حامیان گروه دولت اسلامی یا داعش خواندند. باز هم در شمال، تارانوالی منع خشونت علیه زنان در ولایت بلخ میگوید که زنان در صفوف نیروهای پلیس مورد آزار و اذیت جنسی قرار میگیرند. از این رو بیشتر زنان و بانوان حاضر نیستند
تا در کنار مردان در صفوف پلیس کار کنند. با این حال سارانولی منع خشونت علیه زنان در ولایت بلخ میگوید که در جریان سال جاری دو مورد تجاوز علیه زنان در صفوف پلیس را ثبت نمودند. میرویس پیژان خبرنگار صدای آمریکا از ولایت بلخ در این مورد گزارش دارد. حضور زنان در صفوف نیروهای پلیس یک نیاز جدی برای تطبیق قانون و تأمین امنیت شهروندان به حساب می آید. اما به دلیل اینکه زنان در صف پلیس مورد آزار و اذیت قرار می گیرند، کمتر زنان بانوان علاقمندی برای پیوستن به صف نیروهای پلیس نشان می دهند. سارنبولی منع خشونت علیه زنان در ولایت شمالی بلخ با بیان این مطلب می گوید که یکی از دلایل عمده فقدان علاقمندی زنان در صف نیروهای امنیتی پدیده خشونت و آزار و اذیت جنسی است. اکثر خواهرای ما که علاقه نمیگیرن که در بخش پلیس برن، در بخش پلیس که میرن اونجا باعث آزار و اذیت از طریق برادرای پلیس میشن، چون خانم ها را همیشه شما خبر دارین که پست های خوبه برای زینا نمیتن، همیشه در آشپزخانه در تلاشی های دانه دروازه در اینجا زینا استفاده میکنن. چرا خواهر ما میتونیم خواهرای داریم که بر جنرال باشه، دوران جنرال باشه، و خواهرای ما داریم امروز در بخش پلیس باعث آزار و اذیت تجاوز جنسی قرار گرفته. ما امیال فعلا یک قضیه ما معول محکمه استیناف ولایت بلخ گردیده که باعث آزار و اذیت و تجاوز جنسی انجام گرفته، اما باز هم بعضی زورمندایی هستن که مداخله میکنن و باز هم صدای خانم ها شنیده نمیشه و خانم ها بیچاره باز هم خود کم احساس میکنن. مشکلات هستن، بعضی خشونت ها وجود داره حتی در بین پلیس ها، ولیکن در حال حاضر بسیار کم شده. این چیزا مشکلات دیده خانم ها میآید، حتی دخترها خودش مشکل داره، به هیچ کس گفته نمیتونه. شوبی ما خشونت در خشونت هست، من در خشونت میان، ما کوشش میکنم که مشکل اونا را حل کنم. من بسیار از وظیفیم خوش هستم. در این حال مقام های امنیتی در بلخ تاکید میکنن که هیچ نوع پرونده خشونت و تجاوز جنسی علیه زنان را ثبت ندارن و سخنگوی پلیس بلخ از افزایش ثبت نام بانوان در صفوف پلیس خبر میدهد. اصلا چنین قضایی را ما در سطح پلیس نداریم و پلیس و ناصر دو شادوش برادرشان وظیفه اجرا میکنه و بسیار با شوق و علاقه دختر خانم ها فعلا در سطح پلیس میاین که ما در سطح پلیس سرباز میشیم، افسر میشیم و ساتن نامیم. پلیس و ناصر در این حال مقام های مرکز تعلیمی پلیس در شمال افغانستان از ایجاد فضای مسئول برای زنان شامل در صفوف پلیس خبر داده و وزارت داخله میگوید امیدوار است در سال روان 5000 بانو را به صفوف پلیس جذب کند. فعلا وزارت محترم امور داخله به تعداد 5000 نفر از خواهرای عزیز زیر تحصیل کرده را پلان داره که در قوای پلیس بپذیره و همچنان به طور متواتر همه وقته در پروگرام های تحصیلی ما شامل پلان هستند. هم اکنون 70 تن از بانوان و زنان در مرکز تعلیمی شمال مشغول آموزش مهارت های پلیس است، اما شرایط هنوز هم به شکل معیاری آن برای حضور زنان در صف پلیس در افغانستان مهیا نیست. میرویس بیگم، مزار شریف، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا. تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان. دوستان در بخش اول برنامه از شما خواسته بودیم تا پرسش‌های خود را از قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و خارجی در افغانستان و همچنان نظرتان را در مورد وضعیت افغانستان با ما مطرح کنین. همکار ما ژیلان ناصری با ما در استودیوست که همواره در فیسبوک نظریات شما را دنبال می‌کنه. ژیلا جان، دوستان چه نظریات داشتن و در این هفته چه موضوعات در رسانه‌های اجتماعی واکنش‌ها را در بر داشت؟ سیر جان سلام خدمت شما و بینندگان عزیز، به خصوص دوستایی که همکنون برنامه ما رو به طور زنده از فیسبوک تماشا میکنین. با هم صدها کامنت در ارتباط با گزارش خبری امروز و موضوع دیگر دیده میشه. برخی از بینندگان ما در مورد موضوع که شما پرسیدین نظرات مختلف رای داشتن. از جمله احمد معروف نوشته که
از ایشان بپرسید که ناتو در مقابله با داعش و محو دهشت افغانی در افغانستان برنامه‌های تازه دارد. بیننده دیگه ما به نام مهر قاضی خیل نوشته کرده که پرسش ما است که در صورتی که ایالات متحده با افغانستان پیمان امنیتی بسته است، پس چرا وضعیت هنوز هم به این اندازه وخیم است؟ همچنان در سایر موضوعاتی که در رسانه اجتماعی نکاس یافته، با برفباری اخیر در افغانستان و آسیب چندین قریه در شمال، در صفحات اجتماعی عکس‌ها و واکنش زیادی دیده میشد که از جمله افراد از حکومت خواستند که به رسانیدن کمک برای آسیب زدگان حوادث طبیعی همچون برفباری راه‌های بهتر را دریابند. گزارشی از صدای آمریکا با نظرات تازه محب الله محب سفیر افغانستان در واشنگتن بعد از ملاقات وی با ترامپ در مورد علاقه‌مندی اداره جدید آمریکا به افغانستان در وبسایت ما پرخواننده بود و در صفحات اجتماعی در این مورد واکنش‌های زیاد را هم در بر داشت. بانک بحث‌های حقوقی در مورد فرمان اجرایی ترامپ در مورد محدودیت‌های سفر به آمریکا ادامه دارد، اما دونالد ترامپ در برگه توییتر خود مربوط به رئیس جمهور آمریکا گزارشی از خبرگزاری این بی سی در آمریکا را شریک کرده و گفته که اکثر کشورهای اروپایی روش ممنوعیت سفر ترامپ را دنبال می‌کنند. و ایوانکا ترامپ، دختر رئیس جمهور ترامپ، عکس جدید از خود در قصر سفید با فرزندش پست کرده. این در حالی است که اخیراً یکی از مغازه‌های معتبر آمریکایی نوردستروم تصمیم گرفت که برند لباس‌های ایوانکا ترامپ را نفروشه، که این خبر باعث واکنش‌های زیاد حتی از طرف رئیس جمهور ترامپ در توییتر شده که از مغازه نوردستروم انتقاد کرده. و فردا باز هم بیننده برنامه کاروان تکنولوژی صدای آمریکا باشید. همکارم داود صدیقی با تازه‌ترین گزارش‌های جالب تکنولوژی با شما خواهد بود و نشر برنامه را از طریق فیسبوک به طور زنده ساعت 6 شام به وقت افغانستان دنبال کنید. سیار جان. با اکنون تازه‌ترین رویدادهای جالب در گوشه و کنار دنیا را از همکارم خدیجه هما الکوزایی می‌شنوید. ارجنتین حدود 2000 شناور دست به دست به هدف کسب ریکارد جهانی گینس در یک جهیل آب شور در بونس آیرس با شنا پرداختند. یک محصول کتاب جهانی گینس تایید نمود که با تعداد 1941 شناور یک جا و بدون کدام وسیله کمکی به صورت یک خط آزاد در جهیل اپیکیون شنا نمودند. این جهیل نظر به داشتن 10 چند نمک بیشتر از دیگر آبهای اقیانوس شهرت دارد. هند 15 جشنواره برف در یک شهر شمالی جموں کشمیر هند برگزار شد. در این جشنواره مسئولین به هدف جلب و جذب سیاحین شرایط را برای سرگرمی های مختلف ورزشی فراهم نمودند. مردم این محل را یکی از مناطق صلح‌آمیز شمرده که بازدید کننده ها از ورزش های زمستانی شامل اسکیت بورد، برف جنگی و سرگرمی های دیگر لذت می بردند. چین مسئولین یک مرکز حفاظت از پانداها در ایام زمستان برای پانداها سرگرمی های مختلف را در جنوب غرب سیچوان چین فراهم کرده بودند که در میان این سرگرمی ها آدم برفی نیز شامل بود. در این مرکز 17 پاندای موسن نگهداری می شود که تعظیم و مهارت هایی که برای زیبایی این مرکز کار گرفته شده بود توجه بازدید کننده ها را نیز جلب نمود. پاکستان هزاران روستایی به هدف تماشای یک بازی که رقبا سوار بر یک تخته اسکی با سرعت دوش توسط دو گاو در خط نهایی می رسیدن در یک روستایی که 80 کیلومتر از پایتخت پاکستان فاصله دارد شرکت ورزیدن. این بازی یکی از سنن قدیمی بوده که در سراسر مناطق روستایی پاکستان محبوبیت دارد. این برنامه در فصل زمستان که فصل محصولات زراعتی نیست از سوی دارکین برگزار می شود. نیم ساعت برنامه دری در همینجا به پایان میرسه، اما در نیم ساعت بعدی همکارم سید سلیمان آشنا با تازه ترین خبرهای جهان افغانستان و منطقه با شما خواهد بود. تا برنامه بعد، خدا یار و یاور شما. تیم آشنا صدای آمریکا هر روز را با یک مرام آغاز می‌کند. به طول و چارو که در آمریکا غگ به ارزښتونو غوروالی ارائه اخبار موثق، معتبر و جامع. چارواکو او کارپوهانو ته بی‌ساره لاسرسی لري. هر روز از رادیو، تلویزیون و شبکه‌های اجتماعی. صدای آمریکا، آشنای شما.
در امریکا آقا گاشنا.